سلام و درود فراوان خدمت همه دوستان گلم بسیار بسیار خوش اومدید به اپیزود 27 ام از دوره جاوا اسکریپت نیکل وب سطح متوسط امروز میخوایم با هم دیگه یک پارت دیگه از اد ایونت لیسنر رو کار کنیم پارامتر سومش رو میخوایم با هم بررسی کنیم ببینیم که چه چیزهایی رو میتونیم به عنوان ورودی سوم یا آرگومان سوم به اد ایونت لیسنر بدیم و ببینیم که چه کار رو برای ما انجام میده من VS Code رو باز میکنم اپیزود 27 رو اینجا داریم درونش یک تصویر هم از قبل گذاشتم که مربوط به جلسه قبل هست دیگه که با هم دیگه راجع به صحبت کردیم پارامتر آپشن یا آرگومان آپشن میتونه در واقع اختیاری باشه همجوری در جلسه قبلش در واقع اشاره کردیم که به ما این امکان رو میده که ما از حالت های مختلف مثل وانس و حالا کپچر استفاده کنیم که من راجع به جفت این دست را صحبت خواهم کرد در ادامه مبحث ادیونت لیسنر توی دوره پیشرفته بیشتر راجع به صحبت خواهیم کرد و هرچند که در واقع آپشنز رو هم بدونید در واقع این دو تا پارامتر اصلی هستش که برای آپشنز استفاده میشه پارامترهای دیگه هم هست ولی خب مهمترین هاش همین دوتا هستش که من اینجا برای شما قرار دارم خیلی از آموزشات تا اینا هم بهش اشاره نمی کنم ولی خب بدونید خیلی میتونه کمکتون کنه برای درک منطقی در واقع زبان برنامه‌نویسی جاوا من این رو می‌بندم فعلا باش کاری ندارم فایل هم رو ایجاد می‌کنم یه دونه index.html دارم و یه دونه app.js خب اینجا میشه HTML5 اپیزود 27 و همچنین اسکریپتمون رو میتونیم لینک کنیم خب فرض کنید که من اینجا یه دیویژن دارم که دارای کلاس پدر بزرگه من حالا کلاسش رو فارسی می نویسم عجیبیه ولی خب دارم این کار رو انجام میدم کلاس بعدی که هست کلاس پدر هست و دیویژن بعدی کلاسش فرزند الان سه تا دیویژن داریم که در واقع دیویژن های من به صورت تو در تو در هم دیگه قرار گرفتن در داخل تا این سطح من در واقع فرزند قرار داره بعد پدر و در آخر هم پدر بزرگ بریم با هم سراغ کتای جلسی که با کتای اجتماع فعلا کاری نداریم من میخوام بیام ابتدا ست های این دیویژن ها رو توی جاوا داشته باشم از این لت استفاده میکنم میام میگم که بیا برای من یک متغیر بساز به نام پدر بزرگ نام هاشون رو هم همونجوری که هست میذارم میگم ورکلی داکیومنت با استفاده از متد کلاس نیم بیا برای من در واقع اون پدر بزرگ رو سلکت کن این رو ازش چند تا کپی میگیرم برای دومی میشه پدر و در آخر هم کلاس فرزند رو اینجا قرار میدیم خب این هم از فرزند خب من الان اومدم و اینها رو در یک متغیری قرار دادم حالا کافی هستش که بیام از ادیونت لیسنر استفاده کنم برای هر کدوم از اینها کاری که میخوام انجام بدم این هستش که بیام بگم ابتدا برای پدر بزرگ از add سنر استفاده کنم اینجا من باید بیام ایندکس صفرش رو سلیکت کنم چون با استفاده از کلاس نیم این کار رو انجام میدیم این به عنوان یک HTML collection برگشت داده میشه خب الان میتونم اینجا از add سنر استفاده کنم پارامتر اول که تایپش بود که من کلیک رو میذارم پارامترهای مختلفی هست که شما میتونید با یک جستجو در واقع پیدا کنید الان بریم این کار رو انجام بدیم تایپ آف اد ایونت لیست اوکی این رو سرچ کنید بهتون لیست کاملش رو میده که چه در واقع حالت هایی رو داریم چه ایونت هایی رو داریم که میتونه ازشون استفاده کنید توی HTML دام ایونت هم توی وبسایت سایت اسکول School به شما کامل نشون میده که چه مواردی وجود داره اینجا توی HTML دام فکر میکنم لیست کاملش رو بتونیم پیدا کنیم بذارید من ببینم که لیست کاملش کجاه بله این قسمت شما میتونید لیست کامل ایونت هایی که داریم رو ببینید حالت های مختلف لود مثل آفلاین، آنلاین، اوپن و و بقیه مواردی که اینجا هست و خب تعدادشون هم خیلی زیاد هست یه طبیعتا ما نمیتونیم همه رو بررسی کنیم ولی خب عمل کردی عمل کرده یک سانی دارن برای در واقع کود نویسی فقط شما اون متود رو انتخاب میکنید بسته اون چیزی که مورد نیازتون هست که من اینجا متد کلیک رو در واقع استفاده کردم بعدش میخوام یک فانکشنی تعریف کنم این فانکشن میتونه انانیمس هم باشی یعنی نامی نداشته باشی مثل همین حالت که الان من دارم انجام میدم توی این فانکشن میخوام بگم که بر من یک کنسول لاک کن پدر بزرگ رو حالا میگم که چرا دارم این کار رو انجام میدم من این این رو کپی میگیرم و اینجا قرار میدم فقط برای دومی میشه پدر اینجا هم میشه پدر و برای سومی هم میشه فرزند بریم با هم دیگه این خروجی رو ببینیم هرچند که من باید بیام با استفاده از سینار اینا رو کنم که اینا رو بهتر ببینید چون الان دیویژن ها ارز و ارتفاعی ندارن و ارز ارتفاعش بخ... به اندازه خود محتوا است طبیعتاً اینجا محتوایی هم نداریم و ارز و ارتفاع نخواهند داشت بریم با هم اینا رو یک آ... کلاسی بهشون بدیم برای پدر بزرگ میخوام بگم که یه ارز 500 پیکسلی داشته باش یک ارتفاع 500 پیکسلی یه بکراند کالر هم بهش میدم برای مثال رنگ رد از رنگ اصلی استفاده کنیم این رو کپی میکنم اینجا دومی میشه پدر سومی هم میشه فرزند خب برای پدر ارزش رو کمتر میذارم 400 پیکسل و در نهایت برای فرزند عدد 300 فکر می کنم عدد مناسبی باشه اینجا به جای قرمز میشه بلو و در آخر هم رنگ سبز خیلی هم عالی بریم هم خروجی کار رو ببینیم من الان میتونم این اکساتش رو باز کنم و خروجی رو ببینم یه همچین خروجی الان داریم فقط این بسته شد بذاری ببینم که چرا این اتفاق افتاد من مجدد بازش میکنم خب یک همچین خروجی رو الان ما داریم که سه تا دیویژن تو در تو قرار داره در قرار گرفتن اینجا برای ما یه اینسپکت بگیریم اگر ساختار رو توجه کنید عنصر اصلی که عنصر قرمز رنگ هم هست پدر بزرگ بعد پدر میشه که شامل خودش و فرزند هست که در نهایت اینجا فرزند رو ببینید. من برای همه اینها ایونت تعریف کردم دیگه درسته میام توی کنسول از اینجا میام توی کنسول روی پدر بزرگ کلیک میکنم و اینجا به من توی خروجی پدر بزرگ رو لاگ میکنه و توی لاگ می نشون میده روی پدر بزنم به من پدر همراه با پدر بزرگ رو نشون میده و در انتها اگر روی فرزند کلیک کنم به این صورت اینها رو به من نشون میده اینجا مگه من روی فرزند کلیک نمی کنم پس چرا برای در واقع پدر بزرگ و پدر هم داره در من اجرا میشه اون فانکشن هایی که به عدیمت لیسنر دارم داره اجرا میشه به خاطر اینکه اگر دقت کنید اون سر که در واقع اون پدر بزرگ هست کل این اناسور رو شامل شدی یعنی هم پدر داخلش هم فرزن و به همین دلیل وقتی که شما اینجا کلیک میکنید انگار که روی این هم کلیک کردید چون اصلا این توی این هستی درسته حالا برای فر... در واقع پدر هم به این صورت روی پدر که کلیک میکنید اینجا درون مجدد پدر بزرگ قرار گرفته و توی خروجی پدر رو به من نشون میده و بعد پدر بزرگ ولی دیگه اینجا کلیک میکنه دیگه اثری از فرزن نیست چون دیگه این این رو شامل نمیشه دیگه میبینید این فضایی که من دارم کلیک میکنم این قسمت رو شامل نمیشه و در انتها اگر روی خود پدر بزرگ کلیک کنید فقط به شما توی لاگ پدر بزرگ رو نشون چون دیگه هیچ کدوم از این اناسور خود پدر بزرگ رو شامل نمیشن یعنی پدر بزرگ هستش که دیگه اینجا از همه بزرگتر هست و طبیعتا توی این محیط که من دارم کلیک میکنم فقط خود پدر بزرگ رو برای من لایک میکنه حالا این ترتیب اجرار که الان فهمیدیم و متوجه شدیم که در واقع اینا به چه صورتی اجرا میشن اگر چند تا اد ایونت سنر رو داشته باشیم برای تک های تو در تو یک پارامتری داریم ما به نام دوایی آرگومان و یک ورودی داریم به نام آپشنز که راجع به صحبت کردیم یکی از مقادیری که میتونید توی آپشنز قرار بدید مقدار کپچر هستش یعنی ویژگی کپچر هست که ویژگی کپچر چه کاری رو برای ما انجام میده ما میتونیم بیایم ترتیب این حالت رو تغییر بدیم یعنی بگیم زمانی که مثلا اینجا کلیک شد اول برای من پدر بزرگ رو اجرا کن یعنی ایونت پدر بزرگ رو ابتدا بیا و فراخونی کن حالا اگر دقت کنید از داخل میاد به بیرون دیگه در واقع فرزند پدر و پدر بزرگ حالا من میخوام بگم زمانی که اینجا کلیک شد برای من بیا پدر بزرگ رو اول در واقع نشون بده برای اینکه این کار رو انجام بدم میام توی در واقع اون ایونت که برای پدر بزرگ تعریف کردیم توی ایونت لیستنرش بعد از اینکه فانکشنم رو اینجا تعریف کردم و تموم شد با یک کاما میتونم برم سراغ آپشن هام حالا آپشن هام رو چی رو باید بنویسم داخل آکولاد یک آکولاد باز و بسته اینجا قرار میدید و حالا میتونید پارامترهای آپشن رو اینجا استفاده کنید یکی از پارامترهاش کپچر هست دیگه حالا کپچر مود رو برای ما میتونه اکتیو کنه یا دی اکتیو کنه که به صورت پیش فرض مقدارش فالز هست یعنی اکتیو نیست حالا من میتونم اینجا بیام مقدار تور رو بهش بدم یعنی بگم که کپچر مود رو تو این حالت آن کن چه اتفاقی میفته بریم هم دیگه ببینیم اگر دقت کرده باشید زمانی که روی این کلیک میکردیم اول به من فرزند رو نشون میداد لاگ فرزند رو بعد پدر و بعد در انتها میومد پدر بزرگ رو نشون میداد اما روی این حالت تو دقت کنید اول برای من پدر بزرگ رو نشون داد چون کپچر مودش روشنه و توی حالتی کپچر مود روشن باشه برای شما اون بیرون ترین عنصر که در واقع ویژگی روش فعال کردی رو نشون میده اینجا ترتیب دیگه به اون صورت نیست و میبینید همیشه پدر بزرگ رو اول نشون میده به دلیل اینکه ما برای کپچر مود رو آن کردیم پس با استفاده از این ویژگی ما میتونیم در واقع تعیین کنیم که زمانی که عنصر های تو در تو داشتیم مثلا همین مثالی که زدیم نوع اجرا رو بهش در واقع نظارت داشته باشیم و خب خیلی شرایط ها هست که ما میخوایم در واقع مثلا ایونت مربوط به پدر بزرگ اول اجرا بشه پس طبیعتا میتونیم حالت کپچر کپچرینگ یا کپچر مودش رو تو رو قرار بدیم و اون رو در ابتدا داشته باشیم حالا اگر همشون کپچر مود رو داشته باشن چه اتفاقی میفته بریم با همین رو تست کنیم من این رو کپی میکنم و قرش میدم حالا برگردیم به این قسمت اتفاقی که میفته از تر... در واقع بیرونی ترین لایه شروع میکنه اون بیرون تر... بیرونی ترین لایه که در واقع داره کپچر مود هست شروع میکنه به چیدن و همینجوری میاد داخل اول پدر بزرگ بعد پدر و بعد فرزند که اگر من اینجا هم کلیک کنم ابتدا پدر بزرگ و بعد پدر چون دیگه فرزند توی این قسمت آبی رنگ نیست امیدوارم که کپچر رو متوجه شده باشید ما یک پارامتر دیگه هم داریم که میتونیم ازش استفاده کنیم پارامتری هستش به نام آنز در وانز که این امکان رو به ما میده که ما فقط اون ایونتمون رو یک بار اجرا کنیم که به عنوان یک آپشن در نظر گرفته میشه برای اد ایونت لیسنر اینجا کافیه که مقدار وانس رو بنویسید و مقدارش رو برابر با ترو قرار بدیم و اتفاقی که الان میفته این هستش که اگر دقت کنید ببینید من رو یه فرزند کلیک میکنم توی لاگ اول به من فرزند رو نشون میده ولی از لایه دوم به بعد دیگه فرزند رو نشون نمیده چون برای آپشنش تعریف کردم که فقط یک بار اجرا بشه میتونم این رو به همشون بدم و چه اتفاقی میفته می تو این حالت بریم با همی رو تست کنیم البته که من کامل این رو کپی نکردم بذارین این رو کپی کنم اینجا قرار بدم یک پرانتز نیاز داریم و اینجا این رو هم قرار میدم یک بار که در واقع اجرا میشه سری دوم دیگه برای من کار نمیکنه و میبینید هر جا کلیک کنم دیگه اجرا نمیشه چون برای همشون تعریف کردم که فقط یک بار اجرا بشن این ها از دو تا پارامتر آپشن که با هم دیگه بررسیشون کردیم در ادامه دوره جی اس توی سطح پیشرفت ما ادیمت لیسنر رو بیشتر مواردش رو بررسی میکنیم و حالت تا که میتونید در واقع از این دستور استفاده کنید رو خیلی تخصصی تر مورد بررسی قرار میدیم هرچند که اگر تا همین سطح هم در واقع تسلط داشته باشید و با دستورات رو متوجه بشید خیلی خیلی توی 99 درصد مواقع کارتون راه خواهد افتاد و نیازی حالا به دونستن بقیه حالتاش ندارید میگم حتی در واقع آپشنز که حالا آپشنال هست رو خیلی ها توی آموزشان نمیگن ولی خب دونستنش خالی از لطف نیست امیدوارم که این قسمت هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه فراموش نکنید که عضو شبکه اجتماعی ما بشین لینکشون توی دیسکریپشن هست کانال تلگرام کانال یوتیوب و همچنین پیج اینستاگرام که میتونید اونها رو دنبال کنید همچنین اگر از ویدیو هم خوشتون اومد خوشحال میشم که در انتها اون رو لایک کنید و بر دوستاتون هم بفرستین و همچنین نظر پیشنهاد انتقاد اگر صحبتی هست خوشحال میشم که توی قسمت کامنت برام حتما نظراتتون رو بنویسید تا دیدار دیگر شما رو خدای بزرگ میسپارم خداوند یار نگد.